مطبوعات امروز صبح تهران را بررسی میکنیم اینجا با همکارم محمد رهبر. محمد، هنوز یه هفته نشده از انتخابات گذشته که همه میشه گفتش که درون حزبی به جون همدیگه افتادن، حسابی دارن از همدیگه در واقع انتقاد میکنن، کسی هم نیست که اینا رو به آرامش بتونه دعوت بکنه. بله، دارن انتقام بگیرن از همدیگه. مثلا این هستش که یک سری سر سفره قدیم بودن، یک سری جدید دارن میان و اینا رو میخوان بلند کنن و خودشون بشینن. دقیقا همینطور هستش. قبلی ها اسمی خودشون رو گذاشته بودن چنار و اینها رو گفته بودن جوش های پای چنار هستند و اینها، ولی خب اینهایی هم که اومدن گفتن انقلابی ما هستیم، شما بلند شید زحمت رو کم بکنید. روزنامه جوان رو ببینید، روزنامه جوان روزنامه سپاه پاسدارانه. حداقل میشه گفت بخشی از نظراتی که در سپاه هست و اینها رو انعکاس میده. امروز در مورد سعید همین آقای رسایی صحبت کرده. رسایی به حداد عادل و قالیباف و اینها خیلی پریده بود. حداد عادل رو گفته بود شما کیفکشی میکردی زمان شاه. اشارهش هست به اون زمانی که حداد عادل با دکتر نصر کار میکرد. نصر خب رئیس دانشگاه آریامهر بود، انجمن فلسفه در ایران رو داشت و از نزدیکان فرح بود و اونجا گویا دوستانش میگفتن که دوستان همین حداد عادل این حرفا رو زدن که بالاخره آدم چاپلوسی بوده. ولی هر چه هستش اگه اعتباری هم برای حداد باشه، همون کار همون کنار نصر ایستادن بوده، نه اتفاقاتی که در الان افتاده. حالا هر چی که هستش، جوان به سعید به حمید رسایی گفته که آقا شما مگه خود از کجا اومدی؟ تقریبا تو همین مایه ها مگه کی هستید؟ که حالا به این جدیدی ها دارین همچین حرفایی رو میزنید. و دیگر اینکه نمایندگانی مثل حمید رسایی، این حرفش خیلی عجیبه، نه تعهد دارن نه تخصص دارن. حالا سوال اینجاست که پس اینا تو مجلس چی کار میکنن؟ برای چی شورای نگهبان یه همچین موجوداتی رو با هم فکراشون رو اومده تایید کرده و خیلی آدم‌های دیگه‌ای که احتمالاً یه چیزایی داشتن رو اونها رو رد کرده؟ و بعد روزنامه جوان گفت اینا متوهم شدن، همسال رسایی و غیره. توهم رو ننوشته چه بوده؟ اون توهم من به شما میگم، اون توهم این هستش که اینا واقعا فهم میکنن نمایندن. حالا اینو نمیگه، یا ما خودمون شما رو برش نمیوردیم، شما کسایی هستید که مردم بهتون رأی ندادن. اتفاقا آخرش هم گفته خودتو با قالیباف مقایسه میکنی. دفعه پیش قالیباف و شما بیشتر رأی برده، این دفعه که مردم کمتر رأی دادن، رأیشون هم متکثر بوده، مرجعیت سیاسی هم نداشتن. به خودشون دارن این حرفا رو میزنن. و خیلی نکته داره حرفای جوابمون در روزهای آینده، در ماهای آینده وقتی مجلس تشکیل بشه، دعواهای خونین به شاید خواهیم بود بین کسانی که دارن بر سر منفعت، بر سر رهبری آینده جمهوری اسلامی اونجاها دعوا میکنن و نزاها به جاهای باریک خواهد کشید. به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه جهان صنعت که خیلی فوق‌العاده است. امروز دو تا یادداشتی که امروز نوشتن، مهمترین کار مجلس دوازدهم رو اومده گفته. و اول از همه این که اسم اینها رو نماینده نذاشته، به اینا گفته بالا آمدگان، کسایی که به هر حال بالا آوردنشون و کسایی هستن که رأی ندارند. گفته اولین کاری که میکنید اینه که برید ببینید مردم چرا به شما رأی ندادن، چرا در انتخابات شرکت نکردن. و دیگر این که ببینید مشکلات مردم واقعا چیه. مشکلات دقیقاً اینه که حجاب ندارن، نمیدونم کافی شاپ ها بازه، اینا مشکلات نیستن، مشکلات دیگری مردم دارن که شما نمیبینید. البته این حرفا رو کسانی گوش میدهن که منصف باشن و من در این مجلس کمتر موجودی رو میبینم که این درجه از انصاف و اخلاق رو داشته باشه که به این چیزها فکر بکنه. حسین آقای بله غلامرضا جان مهرم یه یادداشت خیلی خوبی نوشته با استمداد از رمان مارک توین. مارک توین یک رمانی داره با عنوان شاهزاده و جدا که اونجا رمان مال قرن 19 همه، ادوارد ولیعهد کنار قصر ایستاده بوده، بعد میبینه یه نفر شکل خودش اون بر داره راه میره، میان لباساشون رو عوض میکنن، اون میاد ولیعهد میشه، این میره در میان مردم و تازه میفهمه عجب وضعیه، چه فقر و نداری و بیچارگی بین مردم هست و چقدر دربار بیخبر هست و اصلا براش مهم نیست. اون کسی هم که در دربار رفته، اون جوان فقیر، میبینه عجب فسادی در اینجا حاکمه و چه چاپلوسی و ریاکاری به هر حال مستولیست. اینطور که پیش میره آقای کامر نتیجه میگیره، میگه الان وضعیت ایران همینه. یعنی اینکه دربار و کسانی که در حکومت جمهوری اسلامی هستن هیچ نگاهی به مردم ندارن، هیچ رابطه‌ای با مردم ندارن و بهتر هستش که این بادیگاردهاش و چاپلوس‌ها رو چند روزی رها بکنن، بیان
بدون ترس با مردم صحبت بکنن، ببینن که چجوری کمرشون خم شده، چه وضعی براشون پدید اومده. چون مطبوعات آزاد هم به قول ایشون نیست در ایران که به شما انعکاس بده. خودتون بلند شین یه بار قدم رنجه کنید، ببینید که مردم چه اتفاقاتی براشون افتاده. حالا یکی از اون اتفاقاتی که برای مردم افتاده رو روزنامه بعدی، روزنامه جمهوری اسلامی برای ما در صورتی که واقعا دغدغه‌ای برای اینکه واقعا اینکه مردم در چه شرایطی هستن وجود داشته باشه، وقتی دغدغه‌ای احساس نمیشه که وجود داره، این زحمت رو هم به خودشون پیش شرطش انصاف و اخلاقی که چنین چیزی مزمحل شده در جمهوری اسلامی. روزنامه جمهوری اسلامی در مورد این صحبت کرده که ما کلا ارتباطمون با دنیا قطع شده، مردم ایران نمیتوانند هیچ کار اقتصادی انجام بدن با ارتباط با کشورهای دیگه. واقعا شما نگاه بکنید، میخوان یه پولی رو این برابر بکنن، اصلا بانکی با ایران کار نمیکنه، یه تاجری بخواد بره چیزی بخره بعد گونی گونی پول برداره، ولی که حتما میگیرنش اگه اینجوری بره. به هر حال این وضعیت ما در اقتصاد هست و دلیل یک از دلایلش هم نپیوستن اینها به افکتیف. روزنامه جمهوری اسلامی گفته اونهایی که مخالفت میکنن با این پیوستن به گروه تعهدات مالی و اینها، حتما یا دارن از تروریست ها دفاع میکنن یا اینکه پولشویی میکنن. چون اصلا اصل اساس این که افکتیف رو بقیه کشورها پذیرفتن مبارزه با این دو هست. اگر مخالف هستی دست تو این کارا هست و گفته مردم ایران گروگان گرفته شدن از سمت کسایی که دارن رانت این تحریم رو میبرن، کسایی که نشستن و دارن در واقع پولشویی میکنن و باید همشون رو محاکمه کرد. البته این خیلی حرف تندیشون، کسایی که مخالف هستن یکیش خود خامنه‌ایه و دیگران خود سپاهی ها و اینها، که حالا یه روزنامه دیگه ای در مورد این نوشته بود که آقا به این بپیوندین، کارهای پولشوییتون هم میتونید انجام بدین. آره در موردش صحبت کردیم. هر جوری که به حال دارن بهشون حالی میکنن که اگه این اتفاق بیفته بهتره براتون، مثل اینکه نمیفهمن و خیلی بعدی هم برسیم که بگم که طبقه متوسط بررسی کرده روزنامه اعتماد و تحقیق آزاد ارامکی که گفته که به هر حال این صبر و انتظار طبقه متوسط هم به پایان خواهد رسید و جمهوری اسلامی با این طبقه مشکل داره، چون اهل تحول و اعتراض نیست. این طبقه اهل اعتراضه. بله بله. بسیار عالی، تشکر میکنم. محمد رهبر همکارم که در استودیو همراه ما در